دولت آمریکا بانک تجارت رژیم آخوندی را لیست گذاری و تحریم کرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا: تمامی بانک‌های دولتی رژیم ایران هدف اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند. با تحریم بانک تجارت رژیم ایران، یکی از معدود نقاط بانکی باقی مانده آن برای قطع این رژیم از نظام مالی جهانی هدف قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه بانک تجارت رژیم ایران را در فهرست بانک‌های تحریم شده خود قرار داد و طی بیانیه اعلام کرد: تمامی بانک‌های دولتی رژیم ایران هدف اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اظهار داشت: اعمال تحریم علیه بانک تجارت انزوای مالی رژیم ایران را عمیق‌تر خواهد کرد. این اقدام دسترسی این رژیم به ارز خارجی را ضعیف‌تر خواهد کرد و به توانایی آن برای تأمین مالی برنامه اتمی ممنوعش بیش از پیش آسیب خواهد رساند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: بانک تجارت رژیم ایران علاوه بر داشتن 2000 شعبه در سراسر ایران، در پاریس و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز شعبه دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: تنها چند ساعت پس از آنکه اتحادیه اروپا تحریم نفتی و بانک مرکزی را علیه رژیم ایران اعلام کرد، واشنگتن اقدامات جدیدی را برای تنگ تر کردن تناب تحریم ها حول رژیم اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری علت این تصمیم را ارائه خدمات از سوی بانک تجارت به شماری از بانک ها و شرکت های عنوان کرد که پیشتر به خاطر دست داشتن در فعالیت های تسلیحات کشتار جمعی تحریم شده بودند. بانک تجارت 10 میلیون دلار را برای کمک به سازمان انرژی اتمی رژیم ایران به منظور دستیابی به اورانیوم انتقال داده. پیوستن دولت استرالیا به تحریم‌های نفتی و مالی اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی. دولت استرالیا اعلام کرد به تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران می‌پیوندد و خرید نفت از این رژیم را تحریم می‌کند. کوین راد، وزیر امور خارجه استرالیا، در لندن به خبرنگاران گفت: ما از تصمیمات اتخاذ شده در روز دوشنبه 23 ژانویه در بروکسل برای اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت می‌کنیم و ما نیز در استرالیا دقیقاً به موازات اتحادیه اروپا تحریم‌های مشابه را علیه رژیم ایران اعمال خواهیم کرد. کوین راد که پس از ملاقات با وزرای خارجه و دفاع بریتانیا با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود: ضروری است این پیام به رژیم ایران فرستاده شود که رفتارش در سطح جهانی غیر قابل قبول است. هشدار رهبران انگلستان، فرانسه و آلمان به رژیم آخوندی برای گردن گذاشتن به التزامات بین‌المللی. بیانیه مشترک نیکولاس سارکوزی، آنگلا مرکل و دیوید کامرون: به دنبال تصویب تحریم‌های نفتی و مالی اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی، سران دولت‌های انگلستان، فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترکی این رژیم را به توقف فعالیت‌های اتمی آن فرا خواندند و اعلام کردند: ما در حمایت از اقدامات قوی به منظور تضعیف توانایی رژیم برای تأمین مالی برنامه اتمی خود و نشان دادن قیمت مسیری که صلح و امنیت همه ما را تهدید می‌کند متحد خواهیم بود. دیوید کامرون، نیکولاس سارکوزی و آنگلا مرکل در یک بیانیه مشترک اعلام کردند:
رژیم ایران در کسب اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت برنامه اتمی خود شکست خورده است. ما دستیابی رژیم ایران به تسلیحات اتمی را نخواهیم پذیرفت. این رژیم تا کنون به التزامات بین المللی خود هیچ پاسخی نداده است و همکنون خشونت را به سراسر منطقه صادر می کند. رهبران انگلستان، فرانسه و آلمان اعلام کردند ما از حکومت ایران می خواهیم فعالیت های حساس اتمی خود را بلا درنگ به حالت تعلیق درآورد و از التزامات بین المللی خود به طور کامل پیروی کند. استقبال رئیس جمهور آمریکا از تحریم های اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران. تأکید اوباما بر تشدید تحریم ها توسط آمریکا و لزوم افزایش فشارهای بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی بیانیه اعلام کرد: من از اقدامات شرکایمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران که در پاسخ به قصور مستمر این رژیم در انجام التزامات بین‌المللی‌اش صورت گرفته تقدیر می‌کنم. این تحریم‌ها اتحاد جامعه بین‌الملل در مقابل تهدید جدی از سوی برنامه اتمی رژیم ایران را نشان می‌دهد. ایالات متحده به اعمال تحریم‌های جدید به منظور افزایش فشار علیه رژیم ایران ادامه خواهد داد. من مجموعه از تحریم‌های جدید را که بانک مرکزی رژیم ایران و درآمدهای آن را هدف قرار می‌دهند در تاریخ 31 دسامبر امضا کردم و به قانون تبدیل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم‌های جدیدی علیه بانک تجارت به خاطر ارائه تسهیلات برای برنامه اتمی رژیم اعلام کرده است. ما به افزایش فشار ادامه خواهیم داد مگر اینکه رژیم ایران از التزامات بین‌المللی‌اش تبعیت کند. اعلام اسامی نهادهای مالی و تجاری رژیم آخوندی که در اروپا لیست‌گذاری و تحریم شدند در نشریه رسمی اتحادیه اروپا 24 ژانویه 2012 4 بهمن 1390. بانک مرکزی، بانک تجارت، شرکت تاید واتر، مدیریت بنادر سپاه پاسداران و 3 شرکت پوششی رژیم لیست گذاری شدند. اتحادیه اروپا نهادهایی را که در اجلاس شورای وزیران در 23 ژانویه 2012 مشمول لیست گذاری و تحریم شدند در نشریه رسمی خود منتشر کرد. در لیست منتشر شده در ایو جورنال، بانک مرکزی، بانک تجارت رژیم ایران و شرکت تاید واتر مشمول تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. شرکت تاید واتر که متعلق به سپاه پاسداران است مدیریت بنادر ایران را بر عهده دارد. علاوه بر اینها شرکت مهندسی توربین، شرکت واردات صادرات ساد و شرکت روس ماشین از شرکت‌های پوششی رژیم در خدمت برنامه اتمی آن مشمول تحریم‌های مسبب اتحادیه اروپا قرار گرفتند. بیانیه مشترک وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا: تحریم‌های اتحادیه اروپا یک گام قوی دیگر برای افزایش فشار بر رژیم ایران است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری این کشور با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند: تحریم‌های اتحادیه اروپا یک گام قوی دیگر در تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش چشمگیر فشار بر رژیم ایران در ارتباط با برنامه اتمی آن است. این تحریم‌ها با گام‌هایی که آمریکا در 31 دسامبر با امضای رئیس جمهور اوباما برداشته مشابه است. رژیم ایران نپذیرفته است به نگرانی‌های جدی و معتبر جامعه بین‌المللی از برنامه اتمی‌اش پاسخ بدهد. آمریکا باعث تشدید نگرانی‌ها نسبت به برنامه اتمی آن شده و طبعاً با فشار جدید و هماهنگ قیمت نقض التزامات پایه‌ای بین‌المللی را
برای رژیم ایران بالاتر خواهد برد. آمریکا و شرکای بین‌المللی آن به جلوگیری رژیم ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی متعهد هستند.